اقلیتی که روز به روز کوچکتر می شود. در افغانستان، کشوری که بیش از 99% مردمش مسلمانند، همین اندک اقلیت‌های غیر مسلمان باقی مانده هم در حال فرارند. در کنار جنگ و ناامنی، تبعیض پیدا و پنهان هم زندگی را برای اقلیت‌های دینی سخت کرده. تا جایی که امروز معدود خانواده‌های باقی مانده سیک در افغانستان به انگشت شمار معبدهای موجود در کابل، ننگرهار و غزنی پناه بردند. هندوها زیاد تمایلی به ظاهر شدن در رسانه‌ها ندارند و ظاهراً از جمعیت یهودیان افغانستان فقط یک نفر باقی مانده. شما چه مشاهده‌ای از وضعیت اقلیت‌های غیر مسلمان در افغانستان دارید؟ فکر می‌کنید در کنار جنگ چه عواملی باعث فرار اقلیت‌های مذهبی از این کشور شده؟ به نظر شما چطور می‌توان به تبعیض علیه این شهروندان پایان داد؟ اینجا هشتگ شماست. این راه‌های تماس که این زیر می‌بینید، ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و توییتر و همچنین شماره تلفن برای تماس تلفنی با برنامه. این هفته مستند اقلیت خاموش، آخرین سیک‌های افغانستان از همکارم کاوان خاموش در بی بی سی فارسی پخش شد که گزیده‌ای چه که از این مستند رو با همدیگه در ابتدای برنامه ببینیم که به باز شدن موضوع برنامه امروز کمک میکنه. سیک ها قرن ها در افغانستان زندگی کردند. امروز اما اقلیت در حصار و حاشیه و گرفتار فقر و بی سرنوشتی اند. در کشوری مسلمان که گرفتار بی ثباتی و درگیر ناامنی است، قربانی حملات به خاطر دین و باور متفاوت، در آتش ناامنی ها با آرزوهای برباد و در آستانه یک فراموشی تاریخی. وقت عروسیش بود، وقت شیرینی خوریش بود، وقت عروسیش بود، وقت زندگیش بود. امی بلند منزلایی که اینجا میبینه برادر، یک کلش سر جایداد های اهل نود جور شده. اینا یک کلش فعلا اینا می خانم است، اهل نود است این خانه. یا کلش از اهل نود بوده همین کوچه بسته. اگر از لحاظ مذهبی فکر کنیم، در درمسال زندگی کردن بسیار گناه کلان است به مردم ما، چون در اینجا ما با هر فرد جامعه وقتی که ازدواج میکنه و مجبور است به خانم خود نزدیکی کنه، ولی در درمسال اجازه را برای ما کس نداده، همچون در هیچ عبادتگاه کسی جواز نمیده. طفل در درمسال پیدا شدن جوازش نیست، گناه است به ما مردم. این حال ببینی همه حالا بیار کردم، گفتم هیچ کس نمانده تو بود اینجا، جای نمی بود که کسی اینجا تیر شود. حالا ببین که هیچ کس نیست، هیچ کس نیست، سیار مردم لفت. حمایت و انکشاف حقوق بشر وظیفه بدون قید و شرط دولت هاست. یعنی هیچ دلیل شده نمیتونه که ما بگوییم ما در جنگ هستیم. دلمند که 65 فامیل زندگی میکرد، سر دوها بسیار ظلم بود که زنایشان چادری کنن، در بازار گشت و گذار کنن. اوها که به کنم مریض از اوها در شفخانه میرفتن که به خون ضرورت میداشته باشن، اوها را میگه اسلام کافر خون داده نمیتونه. از دید اسلام یه دین دینی بر حق نیست. دین مبین اسلام در رابطه با اقلیت های مذهبی حقوقشان را واضح کرده است و در چوکات تعلیمات دین اینا حق زندگی را دارن، حقی بهرمند شدن از او چیزهایی را که دین مبین اسلام برشون داده است. از جامعه‌ای که روزگاری به 250 هزار نفر می‌رسید، حالا از حدود 100 خانواده بیشتر نمانده. افغانستان حیثیت مادر ما را داره، ما در اینجا پیدا شدیم، خاک ما هستن. همچون وضع این رقم باشه خود، در سال آینده کس هیچ باقی نمانده. اقلیت بر سر یک دوراهی و دغدغه پایان یک تاریخ. گزیده ای از مستند اقلیت خاموش، آخرین سیک های افغانستان بود، ساخته کاوان خاموش. این مستند رو میتونید بر روی کانال بی بی سی فارسی در یوتیوب تماشا کنید و همچنین در فیسبوک. بر روی سایت فارسی بی بی سی هم مطلب مفصلی در همین زمینه با عکس ها و مطالب مفصل هست از کاوان خاموش که میتونید در صفحه افغانستان bbcpersian.com مشاهده کنید. اما شماره
اقلیت‌های قومی در افغانستان که تعداد چه تعداد هستند زیاد مشخص نیست. یک نگاهی بنزیم ببینیم چه آمار ارقامی میتونیم به دست بیاریم. 250,000 نفر، 250,000 نفر شمار تقریبی خانوارهای سیک در افغانستان بوده تا اواخر دهه 80 میلادی، یعنی پیش از سقوط حکومت چپگراها در افغانستان. حالا چقدر داریم؟ باز هم آماری در دست نیست. میدونیم که حدود 100 خانوار در کابل فقط خانوارهای سیک هستند که در زندگی میکنن. یک تعداد انگشت شماری خانوارهای هندو هم هستند که همونطوری که گفته شد زیاد تمایلی به حضور در رسانه ها ندارن. از نظر ظاهری زیاد تمایلی با تفاوتی با مسلمانان ندارن، شاید از این نظر راحت تر هستن که نشان ندن که مذهبشان چی هست. یک تعداد اندکی هم در ننگرهار و غزنی زندگی میکنن. اکثر اینها همونطوری که در ویدیو هم گفته شد در عبادتگاه ها زندگی میکنن که زیاد توصیه نشده، ولی خب چاره ای در افغانستان فعلا ندارن چون جایدادها و خانه های آنها اکثرا غصب شده. 0.3% کسی از مردم افغانستان هست که گفته شده پیرو دین اسلام نیستن. این آمار مربوط به سال 2019 هست، بر اساس 2009 هست، بر اساس آماری که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فکت بوکش منتشر کرده. در سالهای اخیر هم بعد از حملاتی که شد یک تعدادی افغانستان را ترک کردن. همچنان میشه گفت که 99.7% مردم افغانستان مسلمان هستند، حدود 0.3% غیر مسلمان که اکثریتشون هم سیک هستند. سیر شمار دانش آموزان سیک هست که در تنها مدرسه دولتی مخصوص سیک ها در کابل درس میخوانند و آمار اینها مثلا گفته شده در مستند کابون گفته شده بود که تا چند ماه پیش یا شاید سال گذشته 65 نفر بوده، اما تعداد زیادی مدرسه رو ترک کردن. هنوز 30 نفر هستن که در این مدرسه درس میخوانن و فقط یک نفر هست در افغانستان که ادعا میکنه آخرین بازمانده یهودیان افغانستان هست، زبلان سبنتوف، که در تنها کنیسه باقی مانده در افغانستان در کابل اونجا اقامت داره. خب بریم سراغ تلفن ها ببینیم کیو پشت خط داریم. آقای چابل سینگ هست از کابل و همچنین هربن سینگ از بریتانیا. آقای چابل سینگ خوش آمدید به برنامه هشتک شما. چه مشکلاتی دارید به عنوان یک شهروند سیک در کابل؟ بله سلام علیکم صاحب، تشکر از تلفن شما. ما صاحب زمان امیه خودم اسم ما چابل سینگ هست، عضو کمیته درمسال هستیم. مشکلات های زیاد داریم صاحب، این میگه که نه دکان داریم نه خانه داریم، رفت آمد ما مشکل است، درس تعلیم نداریم، کل فامیل ما دمی کل دمی درم سالا ششتن. مشکلات های زیاد داریم، دمی را که میریم دودا میگرن، توفنگ چرا دمی سر ما میمانن، یه پیسه را بته موبایل خدا بته یا میکوشی میتانه، یا کافر صدا گفتن میتانه می کافر هستن شما، چرا در هندستان خود نمیرین؟ چه اینجا شما چی میکنین؟ اینایی که میگین از طرف مردم عادی هست یا از طرف تبهکارا و دوست ها آقای سینگ؟ نه خیزه، نفرای عادی هم هستن، نفرای مافیا هم هستن. خب فکر میکنید که مثلا این دزدی هایی که هست که اشاره کردید با آدم ربایی و دزدی و اینها برای شما ممکنه بیشتر باشه یا نه مشکلی هست که برای همه مردم در کابل وجود داره؟ نخیز مشکلات دوچاره که ما مردم هستیم، همین سکای هندوهای اهل هنود سکا که از همین کابل هم هستیم، در غزنی و در جلال آباد و ننگرهار و در کابل، این همین مشکلات ها را زیاد داریم سیم. چه حمایت های قانونی و حقوقی از شما میشه؟ مثلا اگر مشکلی داشته باشید آیا جایی هست که بهش مراجعه بکنید که دولت، پلیس یا نهادهای حکومتی به شما کمک بکنن؟ بله سه، ما اینجا دولت خواهست که مثلا ما که مجاره اینجا میریم دعوضا شکایت میکنیم که بیادر اینه تو گفت شد، این نفر اینه تو نفر آماده بود یا در سر موترسکل یا در موتر آماده بود، اینه تو رای مرا گرفتن، اینه تو پیسه مرا بردن. خب ما عریضه را نشته میکنم، ما تحقیق میکنیم، این تحقیق کسی نمیکنم. اگر کدام دوزا میگرم در دعوضا میبرم، یک روز میگرم تبا پاس علاج میکنن دیگه، ما پیش کی بریم؟ بسیار خوب، یک دولت نه، دولت کجا بشنوه گپای ما رو؟ درست. از سالهای گذشته بگید، اشاره شد که جمعیت زیادی از سیک ها و هندوهای افغانستان در سالهای اخیر در سالهای جنگ افغانستان رو ترک کردن. قبل از جنگ وضعیت زندگی برای شما اگر به خاطر دارید چطور بود؟ قبل جنگ که محترم حکومت نجیب که بود برای ما مردم بسیار خوب بود، بعد از اون دیگه تو مشکلات ها زیاد شده رفت و وقت قرضه ما متو صاحب ما تو شد. این دفعه که محترم اشرف غنی کششتن
این مشکلات ها زیاد بیشتر شده. در دوره اشرف خانی میگید که مشکلات بیشتر شد؟ بله سه، بله. فکر میکنید علتش چی بوده؟ بیتوجهی دولت یا احتمالاً واکنش های منفی مردم بیشتر شده؟ هیچ رسیب که به توجید دولت هم هستن صاحب، حال حکومت، حکومت نیست، کلی اگر دعوضا هم هست، برنبای هم هست، کلی چیز هستن صاحب، سرپرستی، یک کسی کسی که شنی نمیشنوه کسی شکایت مردم هست. بسیار خوب. در هر جا که میرم، اگر دولت اشرف غنی هست، پیش اشرف غنی صاحب هم رفتیم، که غم ما را بخورین، یه سرپرست برای ما بتین، یه کدوم جای برای ما بتین، سرپرستی، سرپناهی نداریم، جای نداریم، دکان نداریم، خانه نداریم، کاروبار نداریم. ما مردم خوش ما میشناسیم که ما مردم کل ما بیزنسمن بودیم، تجارا بودیم. حال صرف هیچ کدوم نه دکان داریم، نه خانه داریم، جای شاگردی هم که آی سینگ، گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان، بین آمریکا و طالبان در جریان هست. دولت افغانستان هم سعی داره که در این گفتگوها شرکت داشته باشه. اگر صلحی با طالبان بشه، فکر می‌کنید وضعیت شما به عنوان اقلیت‌های سیک در افغانستان بهتر خواهد شد یا ممکنه بدتر بشه؟ فکر نمی‌کنم سر. فکر نمی‌کنید چی؟ فکر بهتر شود. فکر نمی‌کنید که بهتر بشه؟ نه خیر، فکر نمی‌کنم. بسیار خوب، متشکرم از شما. با آقای هربست سینگ صحبت کنیم از بریتانیا. آقای سینگ، شما اول بگید که چه شد که افغانستان رو ترک کردید، در چه سالی به بریتانیا آمدید و زندگی چطوره؟ ممنون شما. سلام به متنان عزیز. بسیار خوب سوال شما کردین. ما در سال 1998 به بریتانیا سفر کردیم. بله. مشکلات های مردم ما که شروع شدن بعد از سال 1992 شروع شدن که ما دوچار مشکلات شدیم و زمانی که مجاهدین به قدرت رسیدن. بله بله، وقتی که مجاهدین به قدرت رسیدن ما ترک طبیعت شروع کردیم، برای ازی که روز به روز زندگی ما تنگتر شد و در مشکل مواجه شدیم. کشت و گذار ما در بازارها، نرفتن ما به درس و تعلیم و همچنان مشکلات های عمده که ما داشتیم که جسد خود را سوختنده نمیتانستیم، برای از اینکه مراسم مذهبی ما جسد باید سوختنده شود. بله. مرگ حق است، اما بعد از مرگم برای ما امتیاز قائل نبودن که ما مرده خود را بسوزانیم، که بخشی از مناسک مذهبی شما است که باید انجام بدین. ای از شرایط جنگی بود که مجاهدین به قدرت رسیدن و شرایط برای شما بد شده. از تجربه گذشته بگین، رفتار مردم با شما چطور بود در جایی که زندگی میکردین و کار میکردین؟ ما که در افغانستان زندگی میکردیم، در جایی که من خود معلومات دارم، از وقت علیحضرت محمد ظاهرشاه، بعد از محمد داوود خان به قدرت رسیدن. بله. و بعد از دوران خلق و پرچم آمدن، به وجود رسیدن، به کار رسیدن، ما مشکلی نداشتیم. تجارت ما تجارت بود، درس خواندن ما پوانتون، رفتن مکتب رفتن، کدام مشکل ما نداشتیم. خوشبختانه به خدمت عرض کنیم که در سال 1978 ما که سایه گرفته بودیم، در حدود 100 نفر دکتر، انجینیر و یک نفر سایمنصب هم داشتیم. بدبختانه که بعد از سال 1978 تا امروز ما هیچ کس دکتر نداریم، در پست دولتی نداریم و مشکلات ما روز به روز، 1992 که مجاهدین به قدرت رسیده، روز به روز بدتر شده، بهتر نشده. شما امیدوار هستید که اگر مثلا صلح به افغانستان برگرده، شما و خیلی از بقیه سیک‌های افغانستان که مثلا در همین لندن زندگی میکنن یا کشورهای غربی، امیدوار باشن بتونن برگردن به افغانستان، شرایط طوری خواهد شد که تمایل داشته باشن برگردن به افغانستان؟ به خدمت عرض کنیم که وطن بسیار شیرین است. فعلا هم اگر ما در ملکای خارج زندگی داریم، هر لحظه افغانستان به یادم است. اما متاسفانه که گفت روز و روز بدتر شد، بهتر نشد. ما به چشم امید بسته بودیم که روز برسه که آرامی شود، ملک ما آرام شود و ما تماما پس وقتی که در این ملکای خارجی زندگی میکنیم با افغانستان سفر کنیم و بریم پس خانه خود را، جایدادهای خود را بگیریم و از تجارت و کارهای خود را شروع کنیم. اما بدبختانه که هیچ زمینه برای ما تا حال مساعد نشده و فکر نمی کنیم که در آینده هم
چنین زمینه مساعد خواهد. خوشبین نیستید. متشکرم از شما آقای چاولسینگ در کابل و آقای هربسینگ در بریتانیا. خب چند تا توییت بخونیم. مرتضی جلالی گفته غیر از جنگ و ناامنی آنچه عامل اصلی فرار اقلیت‌های شریف از افغانستان شده، منظورش اقلیت‌های دینی هست، برخوردهای به شدت قومی، مذهبی، طبقاتی و کجروی‌های حکومت‌های دارای اجنده و اندیشه‌های قبیله‌ای است. متأسفانه تا زمانی که این روحیه ناهمگون و غیر قابل تحمل در این کشور حاکم است، فرار اقلیت‌ها هم ادامه خواهد داشت. و پرویز هم گفته متأسفانه اینجا هر کس غیر از اسلام حرف بزنه یا حتی فکرش هم بکنه کافر است و باید مجازات بشه. البته احتمالاً منظور نوکیشان هست، کسایی که دینشان را تغییر میدن. خب بریم سراغ بعضی از اظهار نظرها یا بعضی از مطالبی که میتونیم اینجا داشته باشیم. ببینیم که وضعیت افغانستان، وضعیت اقلیت‌های قومی در مثلا قانون اساسی افغانستان چیه. قانون اساسی در همان ابتدا در ماده دوم میگه که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان آزاد هستند. تاکید شده بر اینکه دین رسمی دین اسلام هست. حجت الله نجیح از مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته از دید اسلام دین سیکا، به طور مثال سیکا نام برده شده، دین سیکا بر حق نیست، اما آنها در پرتو احکام اسلامی حق زندگی کردن در اینجا را دارند. اینکه شما یک اقلیتی در کشور شما زندگی بکنه و او را بر حق ندارید، تصور کنید که مردم چطور ممکنه با اونها، با کسی که بر حق نمیدونن چطور برخورد بکنن، یا اگر یکی از این اقلیت‌های دینی به اداره مراجعه بکنه یا چطور مشکلش آیا حل بشه یا نه. نریندر سینگ خالصا تنها نماینده اقلیت سیک در پارلمان افغانستان گفته بارها به من پیشنهاد پناهندگی شد، اما اینجا وطن من است و من تا آخرین قطره خون به این کشور خدمت خواهم کرد. اما همین آقای خالصا دو ماه پیش وقتی که به عنوان نماینده مجلس آغاز به کار میکرد، مجبور شده بود مثلا دست بر قرآن بگذاره، کتابی که قاعدتا نباید قبول داشته باشه، و بگه به نام خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را حمایت و تا آخر سوگند، که طبیعتاً برای نمایندگان مسلمان پیش بینی شده، نه برای یک شهروندی که غیر مسلمان هست. اظهار نظری داریم از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که گفته در کنار اینکه جنگ و ناامنی هست، بعضی از مردم با سوء استفاده از دین اقلیت‌ها را توهین و تحقیر می‌کنند و آنها را وادار می‌کنند که به اسلام روی بیاورند. حالا بریم سراغ تلفن‌ها، سراغ مهمان برنامه. آقای چرن سینگ هستند از نماینده سیک های منطقه شوربازار کابل. آقای سینگ به برنامه هشتک شما خوش آمدید. از تجربه خودتان بگید، از مشکلات جنگ و ناامنی و از اینکه دولت ممکنه توجهی نکنه به اقلیت های دینی در افغانستان از جمله سیک ها زیاد گفته شد. شما در کنار زندگی در کنار مسلمان ها به عنوان غیر مسلمان برای شما چطوره؟ برخورد مردم مشخصن؟ سلام و عرض ادب به تمام مردم افغانستان در سرتاسر جهان و یک سلام مجدد به همکارا و همدسترای شما، و سپاسگزاری میکنیم که امروز ما را در برنامه لایف بی بی سی دعوت کردند. بله، وضعیت افغانستان مشکلات در افغانستان مشکلات های زیادی است با اقلیت ها، نه تنها بر مردم سیک و هالینود، اقلیت های دیگه هم مشکلات های زیادی را دارن، ولی مردم سیک و هالینود مشکلات های زیادی دارن، چون بی سرپناه، بی سرپرستی، ناامنی برشان بسیار رنج زیاد میده، و آخرین 100 فامیلی که در افغانستان زندگی میکنن با یک مشکل زیاد روز شب خود سپری میکنه، که کار و تجارتشان هم خلاص شده و اصلا بی سرپناه و بی سرپرست موندن در افغانستان. آقای سینگ، شما در مشخصا در همون کابل در محله بهارستان و کارته پروان خانه های زیادی داشتید، بر سر این خانه ها چه آمد؟ خب خانه ها زیاد بودن، حدودا 2050 نفر در افغانستان زندگی میکرد. اگر ایره شما مقایسه کنین، حداقل 100,000 خانه میشه، و از 100,000 خانه امروز یک خانه هم سیک و الیونوت شخصی نداره در افغانستان. پس چی شدن اینا همه؟ خب چی شدن این خانه ها؟
خب طبعا معلوم دار است که کل جایدادها و زمینای مردم غصب شده و فعلاً کسی نیست که باخساس ازوره کنه و چندین بارم یادواری شد ولی کدام کارهای عملی روی دست گرفته نشده در این عرصه. دولت خیلی شعار میده که طرفدار حقوق شما هست، مثلا یک نماینده هم با حکم رئیس جمهور وارد پارلمان شده. آیا شما مثلا اگر سند خانه داشته باشید از کارت پروان یا بهارستان و مراجعه بکنید به محکمه، به دادگاه، کسی هست که رسیدگی بکنه که این خانه مثلا از آقای سینگ هست و توسط یک زورمند یا یک آدم محلی غصب شده؟ بله، با یک چیز خو آدم چشم پوشی نکنه که در این وقتای آخر در سال 2019 یک تن از نماینده ما که نرندر سینگ خالصا وکیل عضو اولیچر جرگه شد و به ما خوشبینی است که ما افتخار میکنیم سر رئیس جمهور ما که به ما مردم افغانستان و اهلیونود هم یک چوکی را ادا دادن. ولی هنوز هم در پارلمان کشمکش ها جریان داره، تا هنوز سر کار خود اونا شروع نکرده. ببینیم هر وقت اونا روی کار شوند و ببینیم که تا چی حد میتونه که از حقوق ما دفاع شه و میتونه که از جایدادهایی که به غصب شده مردم سک و علیونود پیش مردم دیگه است میتونه اونا موافق شون تا پس بگیرن یا نخیر. ولی زیاتر جایا که میریم خود نشده، تا امروز از زیاتر کوششای صورت گرفت که قبلا وکیل سرتاسری علیونود سک و کشور که در یک حادثه 2018 در جلال آباد جان خود از دست داد، اونا زیاد کوشش کردند ولی نتونستند که جایدادهای سک و علیونود دوباره بگیرن و به حق بغدار بسپارن. ولی ما فعلا فکر نمیکنم، چون کسایی بوده که اونا کلشان سند به نام خود جور کرده و هیچ سند باقی نمانده، چون در جنگای قبلی کل چیز مردم افغانستان سک و علیونود مانده خانهایشان، پس اصلا اسناد از کجا شوه که برن اسناد بکشن و خانه را سرش دعا کنن. خیلی کوتاه از صحبت از ناامنی شد. خوتو به ما، به همکارانمون گفته بودین که شما تجربه‌ای دارین که برخوردی با یک از اعضای خانواده شما شده. این تجربه رو هم بگین که بیننده‌های ما بشنون که بعد به بقیه برنامه بپردازیم. بله، در افغانستان ناامنی روز به روز بیشتر شده میره و ایره همه مردم افغانستان این درد می‌بینن. این نه تنها که مردم سک و اهلیونود کشور، چون یکی از برادران ما که چند قبل 4 ماه قبل از توسط افراد ناشناس اختطاف میشه و قتل میشه، 2.5 ماه بعد ما جسد از او را به دست میاریم و او را کس شناسایی نمیکنه و ارگانهایی که به حساب زیرب یعنی جنایی ریاست جنایی تحقیقات کابل یا ارگانهای امنیتی با ما هیچ نوع همکاری نکرده بودن و هیچ در او عرصه کدام اقدام جدی نکردن که بکت ما بگردن. ما بازم از طریق تلویزیون شما و از طریق رسانه ها از تیم جرایم سنگین وزارت امور داخله یک بار بازم سپاسگزاری میکنیم که در این عرصه با ما واقعا همکاری کردن و به جان خود به سر خودم تیر شدن و قاتلای زور گرفتن و امو اختطافچار به پنجه قانون سپاریدن و جسد به دست ما دادن. سپاسگزارم چرن سینگ از کابل، متشکرم که در برنامه هشتگ شما شرکت کردید. خیلی سریع بریم سراغ تلفن ها. سهیل از کابل هست و ظریف از آلمان. آقای سهیل، شما صرف نظر از ناامنی و تبعیض‌هایی که وجود داره در بطن جامعه، فکر می‌کنید چه نگاهی نسبت به اقلیت‌های مذهبی وجود داره؟ یا به عنوان یک هموطن مثل بقیه می‌بینن یا نه هنوز هم تبعیض‌هایی هست؟ با سلام مجدد خدمت شما. درود بر شما. من عرض کنم، من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که از آغاز تولد تا سال‌های زیادی در کنار هندو و متنای سک ما در شهر کنه کابل زندگی کردیم و مرویده داشتیم، روابط خانوادگی داشتیم و سالها در کنارشان بودیم. اما تحولات انقلاب و بعد از دهه 90 میلادی یا 70 خورشیدی یک نوع و دیگر دنیایی را به وجود آورد که تعداد مجبور به فرار شدن و تعداد خانه‌هایشان چپاول شد. تنها اینجا و علیونی متضرر نشدن، اینجا کسایی که مردم های بومی کابل بودن، کسایی که سالها در کابل زندگی کردن، اینا یکسان کلشان متضرر شدن. اما جفاهای صورت گرفت بر تعدادی از علیونود و سکای افغانستان. ما به عنوان یک کسی که در همسایگی با اونا زندگی میکرده، مراوده خانوادگی داشتیم با اونا از سالها و
از دوری از کنار از ما را دوباره پس آورتت را در زمان طالبا بعد از طالبا مزگار باشیم به آمدن دولت آقای کرزی حکومت پسا طالبانی یک نوع دگرگونی در زندگی شهری حتی در فرهنگ شهری و بسیار خوب. ظاهراً اونطوری که انتظار داشتید نبوده، چون اجازه بدید چون وقت خیلی کم هست ما یه صحبتی هم با آقای ظریف در آلمان بکنیم. متشکرم. آقای ظریف در آلمان، آیا فکر میکنید مشکلاتی که اقلیت‌های دینی در افغانستان دارن فقط به خاطر مسائل ناامنی و جنگ بوده یا نه مسائل دیگه هم هست که به اونها فشار میاره؟ سلام، من هم به نوبه خود خدمت عرض بکنم که مسائل عمده ناشی از مسائل بی‌امنیتی، مسائل از عدم عدالت و قانونمندی است، ولی مسائل حاشیه‌ای هم هست نظیر عدم آگاهی در افغانستان. سطح سواد روز به روز در سر پایین آمد، شاید به طور پنهان به خودهای خیلی کوچک صورت گرفته باشه، اما در مجموع من حیث یک شهروند همیشه من تجربه خودم با همسایگی با اهل یهود زندگی کردن، بسیار انسان‌های شریف، بسیار انسان‌های وفادار به وطن، یعنی یگانه گروهی که به افغانستان هیچ نوع ظلم و جفای نکردن این دو حال. در حد یک یا دو جمله فکر میکنید چطور میشه وضعیت رو برای اینا بهبود بخشید؟ دولت توجه ویژه به اینا باید بکند. اینا مستحق توجه ویژه هستند، چرا که اینا وابسته را کنند به آنها و گروپ های زورمانی. این که دولت شد، مردم چی آقای ظریف؟ مردم چه کار میتونن بکنن؟ چه کار باید بکنن؟ مردم اینا را هم من حیث یک هموطن خود زیر حمایت تحت پوشش خود قرار بده، هیچ نوع تبعیض روادار نباشه، از حقوق نام من حیث یک برادر من حیث یک هموطن باید دفاع بکنن. سپاسگزارم از شما. سهیل در کابل و ظریف در آلمان. بریم چند تا پیام بخونیم در فرصت باقی مانده در تا پایان برنامه. حضرت گور گفته اگر همه چیز قانونی و اسلامی پیش برود مطمئن باشید حتی حیوانات از دست کسی رنج نمیبرند، چه برسد به انسانها. علی گفته در افغانستان مردم بیشتر از انسانیت به اسلامیتشان میاندیشند و مینازند، نمیدانند که هر انسانی جدا از دینش اول انسان است. رکسانا گفته برادران اهل هنود و سیک از اصیلترین مردمان این سرزمین بوده و هستند. کیان هم گفته افغانستانی های غیر مسلمان جان و قلب من هستند، دلم می سوزد که آنها هر روز این آب و خاک پدریشان را ترک می کنند. دوست دارم برایشان بگویم مشکلشان را. حالا بقیه پیام نیامده. احمد زایی گفته برادران غیر مسلمان ما در افغانستان بی ضررتر از برادران مسلمان ما هستند، همه افغان ها آنها را دوست دارند و احترام برایشان قائلند. امین گفته باید به هموطنان سیک و هندو باورمان حقوق مساوی با مسلمانان داده شود، آنها صادق ترین و بی غرض ترین هستند. ابرار گفته ما برای برادران غیر مسلمان خود احترام زیادی قائل هستیم. یونس نوشته هر انسان با هر عقیده آزاد است که هر کجا که می خواهد زندگی بکند. عبدالبسیط فکر کنم احتمالاً عبدالباسط هست گفته اگر از جانب مسلمانان بی‌عدالتی رخ می‌دهد به این معناست که از چیستی و محتوای مسلمانی خود بی‌خبر هستند. و آخرین پیام هم نواب گفته برادران اهل هنود از سرمایه‌های ملی کشور ما هستند و باید همه مردم با آنها اخلاق نیکو داشته باشند. بسیار خوب، در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همچنان میتونید به بحث و تبادل نظر درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ادامه بدید. تا یک برنامه دیگه هشتگ شما، از طرف همه ما عزت زیاد.